درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. مجلس شورای اسلامی بعد از جنجال‌های زیاد سرانجام تعطیلی روز شنبه را تصویب کرد. اردن یک طرح قاچاق اسلحه مرتبط با ایران را خنثی کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمایل جدی جمهوری اسلامی برای گفتگو با آژانس خبر داد. اتحادیه اروپا دامنه تحریم‌های خود علیه ایران را به دلیل حمایت از روسیه و حمله به اسرائیل گسترش می‌دهد. خسرو بشارت، زندانی عقیدتی اهل سنت، اعدام شد. آمریکا یک بسته 1 میلیارد دلاری تسلیحات به اسرائیل ارسال می‌کند. روسیه اعلام کرد که 3 منطقه جدید در شرق اوکراین را تصرف کرده است. و مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، بار دیگر در دادگاه علیه او شهادت داد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 15 ماه می 2024 میلادی برابر است با 26 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. مجلس شورای اسلامی بعد از جنجال‌های زیاد سرانجام تعطیلی روز شنبه را تصویب کرد و راه را برای 2 روز تعطیلی و کاهش ساعات کاری به 40 ساعت در هفته هموار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مصوبه روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با 136 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تایید نمایندگان رسید. نمایندگان مجلس 11 پیشتر با 132 رأی مخالف با تعطیلی روز پنجشنبه مخالفت کرده بودند. بر اساس مصوبه یاد شده، یک تبصره به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می شود که بر اساس آن تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در 5 روز هفته از 1 شنبه تا 5 شنبه تنظیم کنند. مصوبه مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. اردن یک طرح قاچاق اسلحه را که گمان می‌رود تحت رهبری ایران بوده و هدف آن کمک به مخالفان پادشاهی اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده خنثی کرده است. این مطلب را 2 منبع اردنی آگاه به موضوع روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز خبر دادند. این منابع به رویترز گفتند که این سلاح‌ها توسط شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه به یک هسته اخوان المسلمین در اردن فرستاده شده بود که با شاخه نظامی گروه افراطی حماس ارتباط دارد. این محموله هنگامی که اعضای این هسته در اواخر ماه مارس دستگیر شدند کشف و ضبط شد. به گفته این 2 منبع، افراد دستگیر شده اردنی های فلسطینی تبار هستند. آنها گفتند که هدف این طرح بی ثبات کردن اردن بوده است. در خبری کوتاه، رابرت منتزو نخست وزیر اسلوواکی هنگام ترک جلسه دولت امروز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و حال او وخیم گزارش شده است. پلیس مهاجم را بازداشت کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه در مصاحبه با فاینانشال تایمز از آمادگی و عزم جدی جمهوری اسلامی برای اولین بار تا یه بیش از 1 سال گذشته برای گفتگو با آژانس خبر داد. گروسی با اشاره به این که رویکرد جدید جمهوری اسلامی در برابر آژانس ممکن است نشانه ای از تمایل حکومت ایران برای کاهش سطح تنش با ایالات متحده آمریکا باشد، یادآور شد که روابط میان تهران و آژانس که تا ماه‌های گذشته پرتنش بوده ممکن است وارد مرحله جدیدی شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تصریح کرد که به نظر می‌رسد تهران قصد دارد درباره موضوعات ملموس
و عینی مذاکره کند. روسی افزود: من در آنها این تشخیص را می‌بینم که بهتر است با هم تعامل داشته باشیم تا مسائل را در مسیری به کلی متفاوت پیش ببریم، نه اینکه به راهی برویم که به تشدید بیشتر تنش‌ها، خطر و چه بسا جنگ بیانجامد. این خیلی مهم است، چرا که ما بعد از چندین ماه مذاکره دوباره توانستیم روابط را برقرار کنیم. به گفته مدیر کل آژانس هسته‌ای، جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان به باز نگه داشتن یک کانال دو جانبه برای انجام مذاکرات ادامه می‌دهند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که به دلیل حمایت‌های نظامی تهران از روسیه در جنگ جاری علیه اوکراین و نیز پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، چارچوب تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه ایران را گسترش دهد. بنابراین چه در این بیانیه آمده، این چارچوب که در جولای سال 2023 به تصویب رسید، در حال حاضر صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت و تولید وسایل هواپیماهای بدون سرنشین از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع می‌کند و همچنین شامل محدودیت‌های سفر و مسدود کردن دارایی افراد مسئول، پشتیبان یا مشارکت کننده در برنامه ساخت و توسعه پهپادهای ایران می‌شود. در این بیانیه تصریح شده که شورا تصمیم گرفت که ظرفیت و چارچوب تعیین شده برای اعمال تحریم‌ها علیه این کشور را علاوه بر صنایع و افراد مرتبط با تولید پهپاد به بخش موشکی هم گسترش بدهد. شورا در ادامه آورده که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد تازه اتخاذ شده قادر خواهد بود که افراد و سازمان‌هایی را که در تأمین، فروش یا انتقال موشک‌ها و پهپادهای ایران مشارکت دارند تحریم کند. هند از ایالات متحده آمریکا خواسته که در مورد توافق بندر شهید بهشتی چابهار با ایران نگاه بسته نداشته باشد. موضع‌گیری هند یک روز بعد از هشدار واشنگتن در مورد تحریم احتمالی کشورهایی است که با تهران معاملات تجاری انجام می‌دهند. روز دوشنبه ایران و هند قرارداد 10 ساله‌ای را برای تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار امضا کردند. ساعتی بعد از امضای این توافق، آمریکا هشدار داد که هر کشوری که به معامله تجاری با ایران بیندیشد، باید از خطرات بالقوه آن آگاه باشد. اما وزیر امور خارجه هند از امضای این قرارداد با ایران دفاع کرده و گفته است که به نفع منطقه خواهد بود. حکم اعدام خسرو بشارت بامداد امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه بعد از 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی عقیدتی اهل سنت یکی از 7 متهم پرونده‌ای با اتهاماتی چون محاربه بود که اکنون حکم اعدام 6 تنشان اجرا شده است. بشارت آذر ماه سال 1388 همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. آنان به محاربه، افساد فی‌الارض، هواداری از گروه‌های سلفی و قتل عبدالرحیم تینا متهم شدند. عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که 7 مهر ماه سال 1387 به دست افراد ناشناس کشته شد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که از سال 1388 در حصر خانگی به سر می‌برد، با انتشار نامه‌ای سرگشاده نوشته است که زنان و حقوق فراموش شده آنان دغدغه انسان‌های شرافتمندی است که سرکوب نیمی از پیکره ملت را تحمل نمی‌کنند و تا پای جان برای آرمان آزادی و حقوق انسانی زنان پافشاری می‌کنند. زهرا رهنورد در این نامه که حساب تلگرام کلمه منتشر کرده، با اشاره به اینکه حقوق زنان و حقوق ملت جدا نشدنی هستند، نوشته است: حاکمیت جلوی چشم مردم و رسانه‌های ایران و جهان زنان را بی‌شرمانه ضرب و شتم می‌کند یا فرزندان معترضشان را می‌کشد و سوگوارانشان را زندانی می‌کند. رئیس پیشین دانشگاه الزهرا در نامه خود نوشته: حاکمیت با وجود این رفتارها با زنان و دستگیری و سرکوب جوانان و اعدام و قتل آنان، برای زنان، کودکان و مردان فلسطینی که اسرائیل سرکوب کرده اشک تمساح می‌ریزد. زهرا رهنورد در پایان نامش هشدار داده: آیا حاکمان دریافتند که لحظات سقوطشان فرا رسیده که چنین شهر را به هم ریختند؟ فرانکلن اشمان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. روزنامه وال استریت جورنال با انتشار گزارش اختصاصی خبر داد که دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 14 ماه می به کنگره این کشور اطلاع داده که بسته جدید به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار شامل تسلیحات و مهمات به اسرائیل ارسال خواهد کرد. بر اساس این گزارش، بسته یاد شده شامل حدود 700 میلیون دلار مهمات تانک، 500 میلیون دلار وسایل نقلیه تاکتیکی و همچنین 60 میلیون دلار گلوله خمپاره خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست که این بسته چه زمانی به اسرائیل ارسال خواهد شد. پیش از این سی بی اس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که اسرائیل نگرانی‌های دولت آمریکا در خصوص حمله برنامه‌ریزی شده به رفح را برطرف نکرده و آمریکا نیز به همین دلیل ارسال محموله شامل 3500 بمب به اسرائیل را متوقف کرده است. درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس و جهاد اسلامی در طول شب تشدید و به شدیدترین برخوردها در چند ماه اخیر در شمال و جنوب غزه تبدیل شد. همزمان با این تحولات، اتحادیه اروپا خواهان توقف حمله به رفح شد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی به محله‌های پرجمعیت و کوچه‌های باریکی که پایگاه حماس در جبالیا در شمال شرقی غزه است رسیدند و با مقاومت شدیدی مواجه شدند. شاخه مسلح گروه جهاد اسلامی که متحد حماس است گفت که نیروهایش سربازان پیاده اسرائیلی را در جریان درگیری‌های شدید در شرق جبالیا، بزرگترین اردوگاه از 8 اردوگاه آوارگان در غزه، کشته و زخمی کردند. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که عملیاتی را از شب گذشته علیه عوامل و زیرساخت‌های تروریستی در مرکز جبالیا آغاز کرده است. سرویس اورژانس غیر نظامی
غزه و وزارت بهداشت آن اعلام کردند که تیم‌های امداد نتوانستند به مناطقی که اسرائیل در آن در حال انجام عملیات نظامی بوده دست پیدا کنند. در رفح، شهری در جنوبی ترین نقطه غزه که بیش از 1 میلیون فلسطینی در آن پناه گرفتند، نیروهای نظامی اسرائیل در شرق محله اسلام و جنینه و همچنین در جنوب شرقی به عملیات خود ادامه دادند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از اسرائیل خواست که فوراً به عملیات نظامی خود در رفح پایان بدهد. تایمز اسرائیل در گزارش اختصاصی از برنامه ریزی حماس جهت ایجاد پایگاهی مخفی در ترکیه به منظور هماهنگی حمله ها برای هدف قرار دادن مواضع و منافع اسرائیل در کشورهای همسایه شامل کشورهای عضو ناتو خبر داد. این گزارش بر اساس اسنادی تنظیم شده که تایمز اسرائیل میگوید از خانه حمزه ابوشنب رئیس دفتر یحیی سنبار به دست آمده. بر اساس این گزارش حماس قصد دارد در پروژه 3 ساله پایگاه‌هایی را در مکان‌های مختلف ایجاد کند و از آنها برای عملیات ویژه جاسوسی و نظامی در آینده استفاده کند. در این طرح‌ها به ترور افسران و فرماندهان موساد و اسرائیلی‌های بانفوذ، آسیب زدن به کشتی‌های اسرائیل و آدم‌ربایی هم اشاره شده است. در این اسناد جزئیاتی درباره اینکه چه کسانی در پایگاه ترکیه خواهند بود و تأمین مالی آن چگونه است اشاره شده است. دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از حماس حمایت می‌کند و آن را یک گروه آزادی‌خواه عنوان کرده است. به اظهارات تندی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح کرده و او را با هیتلر مقایسه کرده است. همزمان با ادامه کاهش صدور گاز ایران به ترکیه، وزیران انرژی جمهوری آذربایجان و ترکیه قرارداد ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا را امضا کردند. بر اساس این قرارداد که روز سه‌شنبه امضا شد، ظرفیت خطوط لوله عظیم کریدور جنوبی افزایش خواهد یافت و از سال 2030 گاز ترکمنستان از طریق جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه راهی اروپا خواهد شد. در این قرارداد میزان گاز ترانزیتی ترکمنستان ذکر نشده، اما خطوط لوله یاد شده سالانه 10 میلیارد متر مکعب ظرفیت اضافی برای ترانزیت گاز دارند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 منطقه جدید در شرق اوکراین را تصرف کرده و همزمان هشدار داد که نیروهای خارجی در خاک اوکراین را به عنوان هدف مشروع برای حمله در نظر می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه مسکونی از جمله روستای روبوتینه را تصرف کردند. روبوتینه از مناطقی است که کیف در سال 2023 بازپس گرفته بود و در جبهه نبرد شمال اوکراین دارای اهمیت نمادین است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که یگانهای ارتش روسیه روستاهای روبوتینه و همچنین گلوبوکه و لوکیانسکی را در منطقه شمال شرق خارکیف به طور کامل آزاد کردند. اوکراین روز چهارشنبه خبر داد که در بحبوحه گلوله باران شدید در امتداد مرز از چندین شهرک در منطقه خارکیف عقب نشینی کرده و نیروهای کمکی اعزام کرده است. در پی تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، آمریکا هشدار داد که دولت تفلیس قدم در راه کرملین نگذارد. جیمز اوبراین، دستیار ویژه امور خارجی آمریکا در امور اروپا و اوراسیا، روز چهارشنبه گفت که گرجستان با دنبال راوی از روسیه تبدیل به دشمن غرب نشود. او در تفلیس و طی نشست خبری هشدار داد که این موضوع باعث خواهد شد که آمریکا کمک‌های مالی خود به گرجستان را قطع کند. به رغم اعتراضات گسترده مردمی، روز سه‌شنبه قانونگذاران گرجستان لایحه عوامل خارجی را که توسط حزب حاکم رؤیای گرجی ارائه شده بود تصویب کردند. قانون جدید میگوید که سازمان‌های غیر دولتی که دست کم 20% از بودجه آنها از کشورهای خارجی تامین می‌شود باید خود را به عنوان عوامل خارجی ثبت کنند. خبرگزاری رویترز میگوید که ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش محرمانه‌ای عنوان کردند که کره شمالی بعد از سرقت 147.5 میلیون دلار از صرافی ارزهای دیجیتال، این مبلغ را در ماه مارچ امسال از طریق پلتفرم تورنیدو کش پولشویی کرد. به نوشته رویترز،
این ناظران سازمان ملل امروز ببخشید روز جمعه در سندی به شورای امنیت اطلاع دادند که آنها در حال تحقیق درباره 97 مظنون اهل کره شمالی هستند که در حملات سایبری به شرکت‌های ارزهای دیجیتال در خلال سال‌های 2017 تا 2024 احتمالاً دست داشتند، حملاتی که در مجموع منجر به سرقت 3.6 میلیارد دلار شده. این حملات شامل حمله سایبری اواخر سال گذشته میلادی می شود که 147.5 میلیون دلار از صرافی ارزهای دیجیتال HTX به سرقت رفت و در نهایت این مبلغ ماه مارچ امسال پولشویی شد. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکای میدسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسواز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. مایکل کوهن، وکیل سابق رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، بعد از یک دهه حضور در جمع نزدیکان دونالد ترامپ بار دیگر در دادگاه علیه او شهادت داد. وی که پیشتر در دادگاه نسبت به پرداخت 130 هزار دلار حق سکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، از سوی موکلش شهادت داده بود، روز سه‌شنبه تایید کرد که دونالد ترامپ از این ماجرا به خوبی آگاه بوده است. گفته می‌شود که مایکل کوهن به درخواست خانواده‌اش و نیز در پی مجازات هایی که پیشتر در ارتباط با جرایم این پرونده متحمل شده بود، تصمیم گرفت که بار دیگر علیه دونالد ترامپ در دادگاه شهادت بدهد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه قطع دسترسی کاربران اینترنت به پلتفرم‌های محبوب خارجی منطق این شیوه حکمرانی را قابل قبول توصیف کرد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت همین منطق در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند هم حاکم است. اگر قوانین کشور را قبول می‌کنید بسم الله، اگر قبول ندارید طبیعی است که کشورها هم محدودیت‌های مورد نظر خود را اعمال کنند. مهد کودکی در شهر لوزان سوئیس در تلاش جهت آماده سازی کودکان برای آینده از یک ربات بهره گرفته است. این مهد کودک که به مؤسسه فدرال فناوری سوئیس وابسته است، رباتی به نام ناو را به خدمت گرفته که کودکان می توانند با سوال کردن از این ربات اطلاعات در مورد جهان پیرامون خود را از او بیاموزند. مسئولان و مربیان این مهد کودک البته تاکید می کنند که ناو و نسل‌های بعدی این ربات‌ها قرار نیست که جایگزین مربیان شوند و صرفاً نقش دستیار آموزش را بر عهده خواهند گرفت تا کودکان با تعامل با ربات‌ها خوب بگیرند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو می‌کنم.